برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. شورای وزیران عراق در جلسه روز سه‌شنبه خود با اعطای روادید به اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس و یمن از طریق گذرگاه‌های رسمی مرزی موافقت کرد. این تسهیلات در قالب زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به اتباع کشورهای یاد شده داده می‌شود. ویزای یاد شده در ازای پرداخت مبلغ 75 دلار یا معادل دینار عراق و پرداخت الکترونیکی یا عادی صادر خواهد شد. هیئت دولت عراق همچنین بر تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر زیارت اربعین تأکید و برخی از استاندارها را مکلف به انجام اقدامات لازم در این زمینه نمود. مقام های هند می گویند که ازدحام جمعیت در یک مراسم مذهبی در شمال این کشور جان 116 تن را گرفته است. آسوشیتد پرس به نقل از افسر ارشد پلیس در ایالت اتار پرادش هند گزارش داده که این رویداد روز سه‌شنبه 12 تیر در مراسم مذهبی هندوها در منطقه هاتراس این ایالت به وقوع پیوسته است. وی تصریح کرده است که در پی وقوع این رویداد 84 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده است که در میان کشته شدگان شمار زیادی زن و کودک وجود دارد. طبق گزارش این رویداد پس از پایان یافتن مراسم مذهبی که شرکت کنندگان می‌خواستند محل را با عجله ترک کنند رخ داده است. در هند حوادث مرگبار به طور مکرر در حاشیه رویدادهای مذهبی رخ می‌دهد. در سال 2016 هم حداقل 112 نفر در نتیجه یک آتش‌بازی ممنوعه در ایالت کرالا کشته شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز با در نظر داشت سرکوب شدید مطبوعات که بعد از اعتراضات 2 سال قبل در منطقه خودمختار در شمال غرب ازبکستان ادامه یافت، آن را مرگ تدریجی خبرنگاری در این منطقه می‌خواند. اعلامیه این سازمان گفته به کسی اجازه داده نمی‌شود که درباره این اعتراضات در این منطقه چیزی بگوید و خبرنگارانی که امروز حقایق را به خاطر می آورند دستگیر، زندانی و ناحق به جدایی طلبی متهم می شوند. سازمان خبرنگاران بدون مرز موارد بازداشت و حبس خبرنگاران را محکوم کرده و می گوید که سانسور منطقه را به بیابان اطلاعاتی تبدیل می کند. منابع محلی در غرب افغانستان میگویند سه عضو یک خانواده هنگامی که به گونه غیرقانونی به ایران میرفتند از شدت تشنگی در این مسیر جان باختند. منابع روز سه‌شنبه 12 تیر گفتند که افراد جان باخته یک پسر 8 ساله و 2 دختر 6 ساله و 2 ساله هستند. منابع تأکید کردند که قربانیان این رویداد باشندگان اصلی شهرستان بالامرغاب استان بادغیس بودند. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی راهی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان با استفاده از مسیرهای قانونی و غیرقانونی می شوند. شهروندان افغانستان در مسیر قاچاق به ایران هر از گاهی با مین‌های جاسازی شده، گلوله باری مرزبانان ایرانی، دزدان مسلح و رویدادهای ترافیکی مواجه شده و قربانی می‌دهند.